سلام به تمام عزیزانم، سلام بر اونایی که عاشقم، سلام بر اونایی که وطن پرستم. امروز من عمل جراحی چشم داشتم، چشم چپم، به آقای دکتر سروری واقعا چقدر پروفشنل و چقدر خوب، یعنی اونقدر مهربون و با گاردشون، یعنی تمام افرادشون چنین سرویسی دادن که اصلا من بدونی که دردی هم بکشم چش چپم پاک کردن و لنز گذاشتن. یکی دو روز دیگه بهتر میبینم و بهتر با شما صحبت میکنم. من تو این دو سه ماه واقعا با چشای ناراحت و سنگین میامدم جلو دوربین و تو اخبارهایی که میخواستم پیدا کنم به سختی بود. خدا رو شکر ما چنین دکترهایی داریم که داره در جامعه دنیا خدمت میکنه، چه من ایرانیم چه هر خارجی دیگه. گفتم چنین دکترهای با عظمتی که سرمایه ملت هستن و باید در مملکتشون باشن، همه در کشورهای دیگه خودشون رو جا گذاشتن و دارن موفق میشن. باعث افتخاره. من نمیدونم چطوری از آقای دکتر سروری و افرادی که در اون دفتر همکاری میکنم تشکر کنم. این خود دکتر یک سرمایه بزرگه برای مملکت. هم نظر دیده من، ولی ما داریم مملکت رو میبینیم در شرایطی هست. هر روز اخبارهای گوناگونی که به دستمون میرسه واقعا جای تاسفه. اصلا ببینین این غارتگرهای مملکت ما چطوری منابع گازی نفتی ما رو و آب شیرین ما رو فروختن و پولاش برای نیست کجا میره و اونا از زیر آب تمام ذخیره های نفتی ایران رو در خلیج فارس دارن میکشن و اونا رو میفروشن. منابع خودشون رو دست نمیزنن، نگه داشتن برای آینده مملکتشون و ملتشون. همین پیشبینی رو شاهنشاه کرده بود که نمیخواد دفت بفروشه، که کار بکنارش کردن. ولی الان داریم میبینین قطرها به کجا رسیدن و دبی ها به کجا رسیدن و عربستان ها به کجا رسیدن. چند باز گز شعلاز نفتی از زیر آب تمام
اینا میره تو ریفانری این سه کشور، عراق هم جزشه. چای خیلی تصفه. آخه اینا چه وجدانی دارن؟ دریای شمال هم که بهترین نفت دنیاست تقدیم روسیه کردن، و برای چه جد؟ برای چی کردین این کارا رو؟ آقای ظریف تو که سینه تو چاک میکردی و پاره میکردی و یه همچین غلط هایی کردی، چرا نمیای جوابگو باشی؟ چرا الان با زبون خودت افتادی بگی من غلط کردم، گو خوردم، اشتباه کردم؟ واقعا متاسفم بر چنین شخصیت هایی که دمدمی مساجن. چه معذرت خواهی کنی چه نکنی، والا عاقبت خودتو میدونی. تو شباب خواب نخواهی داشت. تو یکی از افرادی هستی که مملکت برو به شرایط دیگری این ورور کردی با سیاست، و اون جان کلی مال حزب دموکرات. و چقدر توسط تو پول گرفته و الان حزب دموکرات قوی ترین حزب امریکا شده، و تبلیغات هایی که در امریکا دارن انجام میدن برای حزب دموکرات، پولای ملت بدبخت ایرانه که خودش آه در وساط نداره. ملت این چه شرافیه، چه مذهبیه، چه مرامیه. من نمیدونم چی بگم در این بارا، چون چیزهایی داریم میبینیم و چیزهایی میفهمیم که واقعا پول نفت ما الان در خطر ولوله کرده، در دبی ولوله کرده، در عربستان دو تا شهرک مانند دبی دارن میسازن، دو سه طبقه ای، شهر دو سه طبقه ای. پولی که پول خودشون هم نیست، اوورت هم دارن خرج این ور اون ور میکنن که مملکتشو بیاد بالا. و از این طرف هم جنگ و ستیز رو نمیخوام استاپ بشه چون بتونن این غارتگری رو بکنن. من این رو دیروزم گفتم، ولی خب متاسفانه چه میشه کرد؟ فقط خود شمایی ملت، به خدا خود شمایی، با مشت محکم، با قدرت بیشتر بتونین حرکتتون رو انجام بدین و ایرانتون رو بگیرین. در سر این که میدونیم نصف ایران آریاییده از ایران رفتن، خطرناکترینش اینه. چرا؟ از کشتار فرار کردن، مبادا بمیرن. هرچی عرب ملخور پا اولاغی و پا اسبی رو آوردن مثل افغانی ها، نه شعور دارم نه فهم دارم. ایران ما در چنگار مرگه، ایران ما در خفقانه. ایران ما در سطحی هست اگر نجنبیم
قشن لغمت رو بود. داستان همین فرد اول فلسطین داستانشو اینو دوستانم بدونین، جایی که میره برای خوابگاه در منطقه پلیس که کنترله، یک زن ایرانی رو میفرسته که اشانوششو بکنه. و وقتی اون زن میاد بیرون، جاش موشکا میره. شما قشنگ توجه کنین این رژیم چه کثافتکارهایی داره میکنه. بعد میگه اسرائیل زده، فلان زده. خودشون، من اینا با گوش خودم شناختم، بانوی چنین تعریفی رو کرد. میبینیم جنگ و ستیز نکشی بکشنه الان ایران من، سرزمین من. به پا خیز، به پا خیز، به پا خیز، چون ماهای ایرانیم، ایران اونو میخواییم. و به عنوان ایرانی حاضریم برای وطنمون جونمونو بدیم. زندگی اینه، جنگ و ستیز اینه. زنده با شاهزاده پهلوی بون و پرنسس یاسمین، زنده با زن، زندگی آزادی، مرگ بر جمهوری اسلامی توده‌ای.